به نام خداوند بخشنده مهربان، رامینو کامجو هستم، مدرس کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای و امروز می‌خوایم با هم درس سوم این کتاب رو بررسی کنیم. به طور کلی ارتباط برقرار کردن با دیگران دو حالت داره. یکی ارتباط کلامیه، همینجوری که من دارم با شما صحبت می‌کنم، و حالت دوم ارتباط غیر کلامیه، همینجوری که من صحبت می‌کنم دارم دستمو تکون میدم. به عنوان مثال وقتی که شما سوار بر ماشین از کنار یه عابر پیاده که آشنا هست رد میشین، میتونید واسهش دست بلند کنید. این میشه ارتباط چی؟ غیر کلامی. میتونید بهش بگین سلام یا یه بوق بزنید، میشه ارتباط چی؟ کلامی. اما مؤثرترین ارتباط کدوم ارتباطه؟ ارتباطی هست که ترکیبی از کلامی و غیر کلامی باشه. سلام. میریم روی کتاب تا این مباحث رو با هم بهتر بررسی کنیم. نام درس هست پنجگانه سواد رسانه‌ای. نام درس سوم هست پنجگانه سواد رسانه‌ای. یه سری عکس های تفهیمی رو از داشتن سواد رسانه‌ای با هم ببینیم. و با هم درس رو شروع کنیم. هدف اصلی درس 3 چیه؟ هدف اصلی درس 3 این هست که شما بتونید وقتی که با یک رسانه مواجه شدین این 5 پرسش رو پاسخ بدید. چه کسی این پیام رو تولید کرده؟ چه کسی این پیام رو پس تولید کرده؟ همون فرستنده پیام میشه؟ چرا پیام فرستاده شده؟ از چه فنونی برای جلب توجه مخاطب استفاده شده؟ و چطور افراد مختلف این پیام رو متفاوت درک می کنن و چه سبک زندگی، ارزش‌ها، نظریاتی در این پیام ارائه شده یا از اون حذف شده؟ پس فرستنده، پیام یا محتوا که همون محتوایی هست که فرستنده با اون هدف پیام رو ساخته و فرستاده. رسانه، مجرا و کانال در واقع ابزار انتقال پیام هستن. یعنی پیام تحت چه چیزی واسه شما فرستاده شده، از چه طریقی ارسال شده. وقتی که شما دارین با یکی دیگه صحبت میکنین غالبا هوا حکم اون انتقال دهنده داره، اما وقتی که یه نفر پیام رو از طریق فضای مجازی برای شما میفرسته غالبا اون این بستر اینترنت هست که حکم همون مجرا یا کانال رسانه رو داره. و پس بندی گیرنده پیام یا مخاطب کی میتونه باشه؟ پس اینم مهم هست. و بستر و فرهنگ. در هر صورت همونطوری که قبلا هم در مورد فرامد صحبت کردیم، بافت تاریخی، زمینی اجتماعی یا منطقه‌ای که حالا اون مخاطب قرار داره میتونه مفهوم رو متفاوت کنه. پس این مورد رو باید در نظر بگیریم. سواد رسانه‌ای. مفهوم اول، رسانه‌ها ساختگی هستند. محصولات رسانه‌ای هم مثل یه خونه واقعی از قسمت‌های مختلف زیادی ساخته شدن. همونطور که در ساخت یه خونه واقعی بتن، چوب و شیشه به کار میره، در ساخت محصولات رسانه‌ای از کلمات، تصاویر، عکس و فیلم برای خلق تمثالی از اونچه که واقعیت داره استفاده میشه. این تصویر رو ببینید. این یه دوچرخه واقعی نیست. این یه تمثالی از واقعیته. تولید کنندگان رسانه آگاهانه یا ناآگاهانه درباره موضوع یه تبلیغ و نحوه نمایش اون تصمیم میگیرن. اونها هنرمندانه از کلمات و اشکال مختلف استفاده میکنن و از تصاویر و صفحات برای انتقال پیامهای مختلف به مخاطبان متفاوت بهره میگیرند. بهترین تولیدات رسانه اونایی هستند که بیشتر از همه طبیعی به نظر میان. بنابراین برای اینکه بهتر رسانه ها رو بفهمید نیاز دارید که بدونید اونا چطوری ساخته شدن، چه کسی اونا رو ساخته و به چه دلیلی. در مورد یه صفحه وب، تبلیغ یا فیلم فکر کن و تمام اجزای تشکیل دهندش رو شناسایی کن. تمام این اجزا چطور کنار هم قرار گرفتن و هدف سازندش چیه؟
سواد رسانه‌ای. ما در مواجهه با رسانه‌ها به دو دسته تقسیم میشیم. منظور از ما در واقع ما مخاطبان هست. مخاطب منفعل. مخاطب منفعل چیه؟ مخاطب منفعل اینه که خودش رو به صورت اختیاری در اختیار رسانه قرار میده، هرچی پیام های رسانه واسش میاد رو میپذیره و آغوش خودش رو برای هر پیام رسانه‌ای گشوده و در واقع اون پیام ها در ناخودآگاه ذهنش ثبت میشه. پس این میشه مخاطب منفعل، مخاطبی که هر چی رسانه رو میگه رو به راحتی میپذیره و در موردش فکر نمیکنه. در مقابلش مخاطب فعال رو داریم. مخاطب فعال به کی میگن؟ مخاطب فعال اینه که در مورد رسانه ها فکر میکنه و هر چیزی رو نمیپذیره و تصمیمات مؤثری در مورد انتخاب رسانه میگیره. حالا میتونه اون ادامه بده، میتونه تغییر بده و غیره. حالا بریم ببینیم سواد رسانه‌ای به چه درد ما میخوره. سواد رسانه‌ای قصد داره که اگر ما یک مخاطب منفعل باشیم یا اگر یک مخاطب منفعل بیاد سواد رسانه رو یاد بگیره، تبدیل بشه به چی؟ یک مخاطب فعال. پس اینکه ما تبدیل به یک مخاطب فعال شدیم و در مورد رسانه‌ها تفکر و فکر کردیم، تبدیل باید بشیم به یک مخاطب هوشمند، مخاطبی که در مورد رسانه‌ها با دقت زیادی فکر میکنه. و پس از اینکه ما به یک مخاطب هوشمند تبدیل شدیم و همه چیز رو در مورد رسانه‌ها میدونیم، وقتشه که خودمون هم یک تولید کننده رسانه بشیم. پس میتونیم به یک تولید کننده خلاق تبدیل بشیم. همونطوری که گفتیم، مبحث اصلی درس در مورد 5 پرسش اساسی است. فرستنده پیام کیه؟ و چرا اصلا این پیام استفاده کرده؟ خود پیام چه سبک زندگی، ارزش‌ها، نظریاتی تو این پیام وجود داره؟ از چه فنونی برای جلب توجه مخاطبان استفاده شده؟ گیرنده پیام چطوری میتونه باشه و از چه افراد مختلف پیام رو متفاوت درک میکنن؟ و این پیام در چه بستر فرهنگی تولید شده؟ برای این کار ما میریم یه تمرین رو با هم حل کنیم. وارد بخش گفتگوی کلاسی میشیم. توی گفتگوی کلاسی از شما درخواست کرده که بخشی از یک برنامه تلویزیونی مثل فوتون، عصر جدید، چپ‌های فوتبالی و غیره رو با هم ببینید و سپس به این پرسش‌ها پاسخ بدیم در قالب جدولی که در اسلاید بعد می‌بینید. می‌بینید که توی این جدول گفته شده که تلویزیون چه ساختاری داره، حالا این برنامه منظورش چیه و غیره، که حالا در ادامه میتونیم ببینیم. سوالات رو اول بررسی کنیم. برنامه منتخب شما کدام ساختار غالب را و غیره را دارن؟ چه مفاهیم و موضوعاتی به شیوه مستقیم و غیر مستقیم توی این برنامه منتقل شده؟ تولید کننده و مالک پیام کی میتونه باشه؟ چه کسانی جامعه هدف یا استفاده کنندگان این برنامه هستن؟ چرا اصلا این پیام فرستاده شده؟ چه سبب زندگی، ارزش‌ها و نظریه تو در این برنامه ارائه دادیم و آیا پیام، این پیام در فرهنگ، جامعه یا مکان دیگری همین معنی رو میده یا نه؟ برای این کار من واسهتون 2 قطعه از 2 تا برنامه خاطرانگیز که فعلا از تلویزیون پخش نمیشه رو واسهتون آوردم که با هم میبینیم. بخشی از برنامه خندوانه و بخشی از برنامه 90 که دوشنبه پخش میشد و حالا چون این 2 تیکه ازش انتخاب کردیم که با هم مرتبط هست، این 2 تا رو ببینیم و بعد بریم سراغ سوالات ببینیم که چه چیزی رو میتونیم انتخاب کنیم. عادل فردوسی پور اینجا نشسته، جناب خانم بهمون اضافه شده. عادل ایران آمد، عادل
سلام آقا عادل. سلام جناب خان، چطوری؟ چه خوبی؟ قفون ستاره بچینی همین اول برنامه. خوبه رامبو جان، رامبو جان میم به آره. یعنی چی؟ جب کن. یعنی چی؟ جان؟ یعنی چی؟ یعنی میام برا تا. چطور فجه فجه فرشته جوانده فرشته جوانده. میدونی که ما عادل رو از قبل میشناختم، همکاریم. از کجا؟ ما تو صنعت شریف همکاریم دیگه. تو مگه تو صنعت شریف درس خوندی؟ نه درس میدم الان، تدریس دارم. چرا لبوشناسی درس؟ نه لبولوژی. لبولوژی؟ آره لبولوژی درس میدم دیگه. لبولوژی. آره گروه همون، البته باورت نمیشه اینقدر این لبو زندگیمونه گرفته، ما شبام خواب لبو میبینو. باور کن به جان خودم، همین اواخر یه شب خواب لبوی آلو عبرایی رو دیدم. خب اومد بهم گفت دمت گرم جناب خان که به ما میگی آلو عبرا. بقیه به چی میگن؟ آلو ورا. آها چقدر غلط واقعا. آره باید درستش آلو عبرایه. آلو عبرا مثل فالو عبرا. آره ایل 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 درستش اینه. آره آره گرفتن. الان هم اتفاقا از تست آی کیو برمیگردم. چند شد آی کیو؟ آی کیو چند شده؟ 480. چرا میخندی؟ جذبم کن من میشه 480. به اینه نگاه کن، نگاه بهنام که دیگه تو خانواده ما ضعیفترینه 370 در اومده آی کیو. بابا دیگه فکر نمی کنم کسی به طالب 180 رد کرده باشه، 200 نداریم اصلا. بابا احلام 950 آی کیو. یعنی چطور ممکنه؟ نصف زندگیشو تو جهانهای موازی زندگی میکنه. اینقدر دقیق تمام مسائل فیزیک حل کرده، رفته توتش به جان خودم. من آی کیوش بالاست، چرا با تو ازدواج میکنه؟ دقیقا چون آی کیوش بالاست با ما ازدواج میکنه. من اینو نمیخواستم بگم اینو، اما خب دیگه گویده. آره از زیر زبونت کشیدی. خب عادل جان ببخشید، یورگن کلوپ ما رو هم که زدین تو رگ دیگه. به به، دیدی آقای کلوپ اومد؟ آره با خدا میخواستم ببرن پاری سن ژرمن جای لورن بلانک که شما بردی دیگه. آره بین تیاگو سیلوا و داوید لوئیز. خب این کیو میخوای بذاری الان؟ خودم هم توش موندم به خدا. میخواستم شوانشتاگر رو بخرم که مصدوم شد، الان نمیدونم چه بود. آره چیه بذارم به نظر شما کارشناسی؟ آقا چیز بده بهش، پیشنهاد بده. والا خب بین تیاگو سیلوا و داوید لوئیز کسی نباید بازی کنه، دو تا دفعه وسط هم نگاه مثلا کی بیاد اونجا بازی کنه؟ یعنی خالی اصلا نباید کسی رو بذاریم اون وسط. خالی بذارم هر کی اومد بندازه تو لای تیاگو سیلوا تو گل. نگاه کن مو تازه اعتماد نداره بهش. اگه یکی رو بذاریم دفاع خطی میشه. خب سرهنگ علیفر بده. همین آقا علیفر میاد هیچ چیز دیگه. اخه حالا بدبختیمو بین ادینسون کاوانی و دیماریا موندم کیه بذارم؟ آها اینا جفتشون رو بذار، خیلی حیفه. زلاتانو بذار جلو. زلاتانو بذار. کاوانی این و دیماریا اون و قشنگ چه تیمی بشه. الو 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 لورن جان، لورن نگاه کن. الان آره با عادل دار صحبت می‌کنم، میگه که کاوانیه با دیماریا جفتشو بذار. آره نگاه کن، می‌خواستم بفروشمت کلوپو بیارم، شانس آوردی. برو 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 نون باری نشد، برو قربانه فدا تا چی بچینی لشامپیون فت کنی قربان. بوس بوس ببخشید مشغول صحبت بودین، ما همه چوری پایده بودم. الان خریده باهم تیمه به در بخوری؟ الان چوری خیلی تیم خوبیه. آره؟ آره یعنی سرمگذاری درستی کرده؟ آره بابا خیلی کارش درسته جناب خان. خب خدا رو شکر. ما از ناصر الخلیفی خریدم دیگه، میشناسی؟ ناصر افهم. فهمیدی چی برات خوندم؟ آره خیلی خوب بود. هوادار دو آتیشه تیم لیورپول، فکر کنم از یورگن کلوپ گرفته اون پول. اما خوب یعنی حرکات منشوری خوبی انجام میده، قشنگ میلرزوندی و همچنین حرفا چیه آقا؟ بابا خیلی میلرزوندی. تصاویرش هست. چی تصاویرش هست؟ دوباره نمیخوای چیا بره ما رو کنی تصاویرش هست و فلان. ما تمامش از همینجا تکذیب میکنم.
آقا جناب خانم جان، شما که به هر حال یک از آدم ها شناخته شده هستی و سال هاست در عرصه فوتبال حضور داری، حالا یه سوال، شما عکسی با شورت ورزشی داری اصلا؟ میشه سوال تونه یه بار دیگه تکرار کنی؟ عرض کردم شما عکس با شورت ورزشی داری؟ خب الان ما بلند شم روی هفت سینه یه هلیکوپتری بزنم بیام برات؟ نه خراب میشه، خیلی قشنگه. رو آنتن زنده داری از ما بپرس عکس با شورت نمیدونم چی داری؟ بابا شورت ورزشی. خب الان بابای احلامی تصویر ببینه دیگه به ما دختر میده؟ شما خود دومادت عکس با شورت داشته باشه میگی این مثلا میتونه بالای سر دختر مبایسه؟ این سوال درسته؟ بابا شورت ورزشی که اشکالی نداره. الان پور محمدی هم میگه عکس با شورت ورزشی اشکالی نداره. ما رو وارد بازی ها نکو خواهش میکنم. ما سابقه قهرمانی دارم تو برزیل بازی. اتفاقا این عکس آقای جناب خان، عکس جام جهانی 2002 آره شما بودی اونجا. بعد حالا یه بحثی اینجا مطرحه، اونجا جان. تو تیم ملی برزیل اینجوری بود که تو چشات نگاه کنن و بهت پاس ندن؟ نه نه، این چیزها رو ما فقط در فوتبال ایران شنیدم، اونجا همه تو چش هم نگاه میکنن پاس میدن، اون چیزها نداریم. آخه نه ببین، مثلا رونالدینیو نته مثلا اینور نگاه میکرد اونور پاس میداد، اینور نگاه میکرد اونور پاس میداد. آره رونالدینیو رفیقمون بود، بحثش فرق میکرد. رونالدینیو تو او بازیا نامزدش تو تماشاگران چسته بود، بیشتر حواسش به نامزدش بود. رونالدینیو آره اسم نامزدش بود. جدی اسمش رونالدینیه بود؟ بله بله بله. حالا دیگه وارد حریم خصوصی زندگی مردم نشیم دیگه. و آخر چی می‌خوای بگو؟ آخه یه بار بگو چی؟ نه پایانش بازه. می‌ذارم خود هر چی دوست داری تصور. اتفاقا الانم با هم رونالدینیه ازدواج کرد، دو تا بچه دارن. آره رونالدینی یک و رونالدینی چه؟ بیا هیچی نگفتم آخرش. آقا جام، شما به حال به عنوان کسی که سالها در عرصه ورزش بودید و توی انتخابات فیفا کمی چند وقت پیش برگزار شدن، شما حاضر بودید دیگه؟ نه بله حضور داشتم، برای اون مدیر باشگاه بله ما بودیم. آره ما بودیم. آره شاهزاده بن علی بود، بعد چیز بود، اون که بحرینی کی بود اسمش؟ آره شیخ سلمان بود. آره بعد سوال بود، اینتنتینو بود. آره چی؟ اینتنتینو. بابا اینفانتینو. اینفانتینو؟ آره دیگه اینفانتینو. اینفانتینو چیه؟ اینتنتینو دیگه، بابا همون که رای آورد به همین آقا اینا. اینا آره آره همون آره. آقا اینفانتینو بله بله. و یه دونه هم بود، یه آقایی هم بود زیاد اسم مناسبی نداشت، ما ماوشعیر صداش می‌کردیم. تو جمع درست نیست. آره اسم خوبی نداشت. آره اسمش آره دیگه آره. از طریق همین ستاره حسد خورده اینا هم رای گیری می‌کردن. خب بعد چی شد؟ نمی‌دونم. همین اینفانتینو شد دیگه. آره ما هم به همین رای دادی اینا. آ شما به اینفانتینو رای دادی؟ بله بله. هر کی ما رای داد. آره هم آقای ماوشعیره که شما کنارش آره. بودید دیگه. آره خیلی... چرا کنار آقای ماوشعیر شما عکس گرفتی؟ یه سوال این هم درد سر میشه برامون؟ آره هر چیزی ممکنه. میشه عکس همین الان سری دیلیتش کنی؟ آره الان آره خدا رو همین ماهی ها رو بذار اینجا بره کچون بچرکن. آره آره همه شده هم ماهی. شما این برنامه ها رو دیدید، حالا میرسیم به سوالات، ببینیم که سوالات کدومش رو مورد بررسی قرار میدیم. یکم زوم میکنم. تلویزیون چه ساختار غالب یا گونه هایی برای پیام ارائه؟ خب این در این کدومش بود؟ مستند بود؟ گفتگو بود؟ چی بود؟ اینا رو خودتون دیگه میتونین با توجه برنامه که دیدین علامت بزنین. من با ما نمونه، خب عادتا خندمانه برنامه طنز هست، گفتگو محور بود، کودک و نوجوان نمیتونیم بگیم بود، ولی خب کودک و نوجوان میتونن نگاه کنن، ولی خب 90 برنامه ورزشی بود. و میبینید که چه مفاهیمی ارائه شد، چه موضوعاتی برنامه داشت، متن زیر متن فرامتنش چی بود، چه جزئیات داخلش بود، چه فون اقناع داخلش بود. فون اقناع بعداً میخونیم. تولید کننده پیام چیه؟ غالباً شبکه 3 و شبکه نسیم تولید کننده مالک اصلیش هستند و همینا رو میتونید به راحتی تیک بزنید و مشخص کنید. جامعهشون کیا هستن؟ خب غالباً برای بر حسب جنسیت قاعدتاً تاثیرگذار نبود، ولی خب بیشتر هم آقایون نگاه میکنن برنامه 90 رو، نگاه میکردن در واقع. بر حسب سن خب میتونیم بسنجیم، بیشتر جوانان. برنامه خندوان مخاطبش بازم کلی تره. زمان پخشش رو که قاعدتاً الان پخش نمیشه و
آیا اگر این فرهنگ توی زمان یا مکان دیگر بود معنی داشت؟ آره دیگه، با ممکنه که وقتی که توی جو فوتبال پخش بشه یه برداشت دیگه کنید، یا توی کشور دیگه پخش بشه یه معنی دیگه میده، که حالا با توجه به برنامه‌هایی که می‌بینید میتونید هر کدوم از این گزینه‌ها رو انتخاب کنید. میتونید به هر حال با معلم خودتون یک قسمت از یک فیلم یا برنامه رو انتخاب کنید، نگاه کنید و سپس نتایج رو در گروه کلاس خودتون به اشتراک بگذارید. در ادامه دو تا مطلب واسه شما اومده در مورد دو بزرگوار و حالا چیزایی که زیرش نوشته شده. مثال یک، انسانی که هدفش خدمت به خداست ممکن است انسان خوبی باشد، اما انسانی که هدفش خدمت به انسان باشد حتما انسان خوبی است. زکریای رازی. میریم اینجا، این کیه؟ خب قطعا میدونین که گاندی هست، رهبر هند. اگر کسی میخواد به تنهایی به بهشت برود انسان خوبی و بی‌آزاری است، ولی اذیت و آزار مردم از آنجا شروع میشود که یک دسته دیگر میخواهند به جز خودشان بقیه را هم با خود به بهشت ببرند. اینجا نوشته شده گاندی. این تصاویر یه مدت در شبکات مجازی منتشر پیدا کرد، اما باید توجه کنید که تکنیکی که برای تاثیرگذاری اینها مورد نظر در نظر گرفته شده تاثیرگذاری از افراد مشهور هست که حالا در فنون اقناع می‌بینید. نکته قابل توجه تو این پیام اینه که هیچ کدوم از این جمله ها رو این دو فرد نگفتن. کسی که این پیام رو تولید کرده اینا رو از خودش نوشته و از عکس های این افراد سوء استفاده کرده. پس میبینید که این جمله ها متناسب با خود افراد نبودند و به هر حال استفاده میشده و باید شما این به دقت این موارد رو در نظر بگیرید. میریم مثل تصاویر دیگه ببینیم و نظرتون رو داشته باشیم که این تصاویر تبلیغ چی میتونه باشه یا از طرف چه کسی ممکنه ارسال شده باشه. در نگاه اول یک بازی سنگ قیچی کاغذ هست، یک بازی بین المللی هست که در تمام کشورهای جهان انجام میشه و فقط مختص ایران نیست و خب مشخص است که تو این بازی کی برنده شده. سامسونگ و اندروید برنده شدن و غالبا میتونه این پیام از فرستنده پیام شرکت سامسونگ باشه و هدفش تبلیغاتی و نشون بده که ما شرکت اپل رو داریم نابود میکنیم و شکست میدیم. اینا تکنیک هایی هست که در تبلیغات استفاده میشه. اینه که یه عکس خیلی خاص هست و خیلی باید با دقت نگاه کنید. یکم بهش نگاه کنید. چند ثانیه من صبر میکنم و ببینیم که به نظر شما این تبلیغ چه شرکتی هست. خب به نظر خیلی افراد این تبلیغ شرکت سامسونگ هست، ولی اگر دقت کنید اینجا یک شرکت سامسونگه. چرا شرکت سامسونگه؟ به خاطر اینکه این یک کارمند سامسونگه، داره از لپتاپ سامسونگ استفاده میکنه، ولی مدیر اومده اونو اخراج کرده به دلیل اینکه سیب خورده و در واقع منظور از این سیب همون اپل هست، چون به هر حال سیب انگلیسی میشه اپل و داره میگه که کارمندان شرکت سامسونگ خودشون دارن از گوشی اپل استفاده میکنن و در واقع این یک پیام هست که شرکت اپل داره به دنیا مخابره میکنه و در واقع این تبلیغ شرکت اپل هست، ولی از المانهای سامسونگ استفاده کرده و در واقع گفته که در واقع اپل اینو گفته که
کارمندان شرکت سامسونگ خودشون دارن از اپل استفاده میکنن، به همین دلیل مدیر اونا رو اخراج کرده. خیلی تبلیغ هوشمندانه عالی هست. تصویر بعد یک تصویر ترسناکه، یک تصویری که شما را به فکر فرو میبره. اگر یکم به تصویر با دقت بیشتری نگاه کنید میبینید که برندهای اپل و سامسونگ رو میبینید. در بعضی از تبلیغ ها به خاطر اینکه شکایت نتونن بکنن از اون تبلیغ، شما اینجا رو ببینید، یکم با دقت نکنید، کلمه سامسونگ اینجا نمیشه سامسنگ، سنگ SANG هست و قاعدتاً به این وسیله شرکت سامسونگ نمیتونه شکایت کنه که به یک اسم شرکت منو نوشته و این یک تکنیک خیلی ریز استفاده کرده. از طرفی داره معتادان به تلفن همراه رو نشون میده که همه به شکل زامبی شدن و داره یه القای بار منفی رو ایجاد میکنه. از طرفی میتونیم بگیم که این تبلیغ از طرف شرکت های رقیب سامسونگ و اپل بوده تا نشون بدن که این گوشی ها گوشی های بدی هستن. از دیگر طرف هم میتونیم بگیم که این کلن به تلفن های همراه و اعتیاد و زامبی شدن افراد اشاره داره. به حال تبلیغ خیلی زیبا هست و شما میتونید اینجور تبلیغ ها رو در اینترنت جستجو کنید و پیدا کنید. بازم نمونه های زیبای دیگری رو از منابع مختلف واسهتون آوردم که با من همراه باشین تا همه تصاویر رو ببینید. تبلیغ بعدی غالبا یک تبلیغ بسیار خلاقانه هست. اگر نگاه کنید اینجا یک چسب میبینید، خب شبیه چسب های قطره‌ای هست که در فروشگاه های ایران هم وجود داره، ولی خب اینجا یک جام هست که جام شیشه‌ای هست که شکسته. ولی این نکته رو که شما نگاه کنید، من یکم زوم کنم تا تصویر رو واضح تر ببینید، میبینید که گاوبازهای اسپانیایی هستند که گاوها دارن به طرفشون حمله ور میشن. همونطوری که خودتون در فیلم ها دیدین، گاوها به طرف پارچه های قرمز، این گاوهای وحشی به طرف پارچه های قرمز تمایل دارن که حرکت کنن و این نشون میده که این چسب اینقدر قدرتمنده که همونطوری که یه گاوتای پارچه قرمز ببینه به طرفش حمله میکنه، این باعث اتصال بسیار سریع میشه. پس با این کار میتونن مخاطبان زیادی رو جذب کنن و شاید برای جامعه‌ای که با گاوبازها آشنا نباشن این پیام قابل درک نباشه که مفهوم فرامتنی اون هست. یک تبلیغ خلاق دیگه از شکلات معروف مارس هست. به هر حال می‌دونیم که در برندهای خارجی شکلات مارس، اسنیکر، هوبی و حالا خیلی چیزهای دیگه شکلات‌های معروفی هستند. مترو، حالا تو ایرانی ها هم چند تا ایرانی هم نام ببریم از شکلات های خوب و امیدواریم که حالا کسی نیاد بگه که چرا تبلیغ شرکت ما نکردی. قاعدتا شکلات رامتین، شکلات تک تک، شکلات نانی از شکلات های معروف ایرانی هستن. شکلات هیس هست، حالا تو سبک های مختلف که حالا تو سبک های شکلات خارجی هستن. ولی در صورت اینجا میبینیم که یک کامیون هست و اینجا نوشته مارس، شکلات مارس یا هم شکلات مریخی و نوشته که سایز کامیون، ترک سایز، که یک تبلیغ بسیار خلاقانه هست که باعث میشه که افراد زیادی برن این شکلات رو بخرن. ممکنه که شما هم بعد از دیدن این ویدیو برین در مغازه و این شکلات رو بخرین، ولی خب با افزایش سرسام آور قیمت دلار قاعدتاً شکلات ها قیمت خیلی بالایی دارن، ولی خب همچنان در بازار ایران موجود هستن. اگر فوتبالی باشین به راحتی این دروازه‌بان رو میشناسید. از کلاهش هم مشخص هست، پیتر چک هست و داره نشون میده که با دقت فراوانی مواظب دروازه هست و هیچی نمیذاره از اون بگذره و قاعدتا
تبلیغ هست، میتونه تبلیغ شرکت آدیداس باشه، برندی که روی لباس اون هک لباس و کلاهش و حالا جوراپاش هک شده. و غالبا اگر کسی با فوتبال آشنایی نداشته باشه نمیدونه که دقیقا مفهوم این عکس چی میتونه باشه. بریم توی کتاب و فعالیت گروهی رو با هم حل کنیم. در گروه تبلیغات بازرگانی و فرهنگ زیر را با 5 پرسش کلیدی سواد رسانه‌ای بررسی کنید. ما 5 پرسش رو واسهتون می‌نویسیم، یعنی فرستندش کیه میتونه باشه، پیامش چیه، مجرا کانال و رسانه‌اش چیه، گیرندش چیه و بستر فرهنگ این پیام میتونه چیا باشه. به نظر شما این عکس چه معنی داره؟ بله درست میگید، سیگار باعث کشتن میشه، مثل گلوله های تفنگ هست. پس من نوشته ها رو واسه میارم روی تصویر. فرستندش میتونه سازمان مبارزه با مواد مخدر باشه، چون داره میگه که سیگار خوب نیست، یا سازمان دخانیات باشه. در صورت فرستنده میتونه چیزای مرتبط باشه، میتونه به عنوان مثال بسیج دانش آموزی باشه که حالا اینو درست کرده باشه برای دانش آموزا که از سیگار بترسن. پس حتما اینو رو باید حفظ کنیم که فرستنده این سازمان مبارزه مواد مخدره. ولی خب باید یه چیز مرتبط بنویسین، نه بنویسین که فدراسیون فوتبال ایران، هم چون قاعدتا هیچ ربطی به این تصویر نداره. پیامش چیه؟ خب پیامش خیلی مشخصه، پیام رو به راحتی می‌نویسین: هشدار مبنی بر اعتیاد یا سیگار کشیدن و سبک زندگی و غیره. مجرا کانال رسانه‌اش چی میتونه باشه؟ خب این یک عکس تبلیغاتی هست که می‌نویسیم عکس. گیرندش کیا میتونه باشه؟ گیرندش میتونه معتادین، افراد در معرض خطر و یا افرادی که میخوان به تازگی سیگار کشیدن رو شروع کنن باشه. بستر فرهنگ در جوامعی که به بهداشت و تندرستی اهمیت میدن این عکس معنا داره، ولی خب خیلی جای دیگه ممکنه که اصلا از این حرکت نترسن، از سیگار نفهمن مفهومش چیه و حتی خندهشون بگیره. میریم عکس بعدی. اگر به این تصویر با دقت نگاه کنید، اینجا ما یک کبوتر داریم که برگ زیتون رو در دست گرفته. این یک نماد جهانی است، نماد صلح هست، کبوتری که یک زیتون 7 پر رو دست گرفته باشه، در واقع به منقار گرفته باشه عذر میخوام، و به همین دلیل نماد صلح هست. اما اینجا میبینید که همه دارن صلح رو میبینن، چه زیبا و چه عالی، در حالی که یک تانک جنگجو اون رو دست گرفته و این داره به ما میگه که مواظب پشت صحنه ها باشید، ممکنه واقعیت اینجوری که ما فکر میکنیم نباشه. پس فرستنده پیام میتونه مدافعان صلح جهانی باشه و داره میگه که خیلی از افرادی که دم از صلح میزنن در واقع طرفدار صلح نیستن. پیامش میتونه آگاه سازی مردم از پشت صحنه کسانی که دم از صلح میزنن باشه. یا حالا پیام های دیگه که اینجا واسهتون نوشتم، قدرتمندان خودشون میتونن مدافع صلح میدونن اما در پشت پرده اینجوری نیست. مجرا کانال رسانه‌اش خب یه تصویر و کاریکاتور هست، گیرندش میتونه تمام مردم جهان باشه و بستر فرهنگ در جامعه‌ای که مستعمره امپریالیسم شده ان معنا داره. کسانی که دیدن که دروغگویی توی کشورشون زیاده، کسانی که دیدن که خیلی افراد هم از صلح میزنن اما سپس متوجه شدن که جنگجو هستن، کاملا مفهوم این مطلب رو درک میکنن. و از فن اقناع شدت و ترس استفاده کرده که در درس ششم با این فنون اقناع آشنا میشید. در عکس بعدی خب اینجا نوشته که گاهی اوقات تلفن همراهت را خاموش کن، به سوی خدا برو، به پدر و مادرت احسان کن. در کتاب دینی ما به احسان پدر و مادر تاکید زیادی شده. فرستندش ممکنه اینجا، من اینجا واسه نوشتم وزارت فرهنگ و ارشاد، ولی خب دلیل نمیشه که حتما این باشه، میتونه از طرف مدرسه باشه، آموزش پرورش باشه، بسیج دانشجویی باشه، یه انجمن خیریه باشه، باشگاه سواد رسانی باشه و غیره. پس فرستنده رو هر چیزی میتونید بنویسید، ولی خب باید مرتبط باشه.
پیامش خب توجه خانواده و اینکه باید طرز استفاده از موبایل رو یاد بگیریم، برای اعضای خانواده بیشتر وقت بذاریم. این روزها افراد همش سرشون توی گوشی هست. گیرندش خب میتونه همه مردم باشه. مجرا کانال و رسانه خب یک پوست تبلیغاتی هست. بستر فرهنگ هم برای جوامعی که به رسانه اعتیاد پیدا کردن معنادار هست، که تقریبا میتونیم بگیم که همه جوامع. تبلیغ بعدی یک تبلیغ کاملا خلاق هست. میبینید که یک فرد با دندونهاش این پوستر تبلیغات رو کنده و اینجا عکسی خمیر دندون میبینیم. پس غالبا حتما باید بدونید که فرستنده پیام میتونه یک کارخانه ساخت خمیر دندون باشه. پس فرستنده مشخص شد، پیام غالبا تبلیغ خمیر دندونه و شعار اینه که دندون های شما رو مثل سنگ محکم میکنه. این یک بیلبورد تبلیغاتی هست. پس مجرا کانال و رسانش میشه بیلبورد تبلیغاتی. گیرندش غالبا بیشتر نسل جوان میتونه باشه که دوست دارن دندون خیلی محکم داشته باشن. به هر حال گیرنده هم میتونین چیزهای متفاوتی بنویسین. هیچ وقت تو امتحان جلوشو خالی نذارین. غالبا تو این دو تبلیغات هر چیزی که بنویسین درست هست. و بستر فرهنگ هم در جوانی که به بهداشت و تندرستی اهمیت میدن معنادار میباشه. بریم مثل عکس دیگه ببینیم. سریع اونا رد میشیم، ولی خب در موردش میتونیم تفکر کنیم و فکر کنیم که منظور عکس میتونه چی باشه. تو این عکس داره آب دادن به گیاهان رو تاکید میکنه با نقاشی زیبایی که روی این ساختمون کشیده. تبلیغ بعد اون یک تبلیغ ایرانی هست. میبینید که این بچه یه توپولی هست که قاعدتا داره از نوشیدن دنت استفاده میکنه. نوشته از یک قطرش هم نمیشه گذارش. یک تبلیغ کاملا خلاق از دنت هست. تبلیغ بعدی قاعدتا با این لوگو آشنا هستیم. تبلیغ شرکت مکدونالد هست که میبینید که در قسمت آبرهای پیاده عکس های سیب زمینیش رو طراحی کرده. اینجا یک تبلیغ کاملا خلاق میتونید ببینید از نشرال جیوگرافی هست که در مورد حیوانات و محیط زیست داره صحبت میکنه. اینجا مشخص از دیگه تبلیغ فرستنده پیام یک شرکت ساخت جاروبرقی هست که داره نشون میده که باید طراحی جالبش که اینقدر جاروبرقش قوی هست که تونسته حتی یه بالون رو هم به پایین بکشه. تبلیغ بعد یک تبلیغ خلاق یک مغازی ورزشی هست که غالبا اینو طراحی کرده، ولی خب شما دقت کنین که این اتفاق نیفتاده و غالبا اینو ساختن یک ماشین خراب و اوورده تایراشو اینجوری کرده، ولی توپ هم گذاشته رو سرش برای تبلیغ. تبلیغ بعد یه تبلیغ بسیار خلاق از شرکت جیپ هست که اینجا واسهتون نوشته و داره میگه که اینجا رو جیپ ما اینجا پارک میکنه، اینقدر انعطاف پذیر و قوی هست شاسی بلنده جیپ ما که راحتی میره این بالا وای میشه و اصلا واسهش مهم نیست که کجا جای پارک باشه. تبلیغ بعدی یک تبلیغ هست به اینا میگن تبلیغات منفی، یعنی با یک جمله منفی سعی میکنن که در شما تفکر ایجاد کنن. نوشته text and drive، یعنی پیامک بده و رانندگی کن. قاعدتاً هیچ کسی دوست نداره که تصادف کنه و کسی نمیگه که شما در هنگام رانندگی پیامک بدین، واتساپ بدین یا پیام دیگه بدین، اما اینجا نوشته که پیامک بده و رانندگی کن. ولی اینجا رو که میخونیم میبینیم که یک شرکتی هست که کارش خدمات کفن و دفن هست و این تبلیغ رو نوشته و داره غیر مستقیم به شما میرسونه که نباید در هنگام رانندگی پیامک بدیم. تبلیغ بعدی یک بیلبورد هست که میبینید که یک عکس خشن از امام خمینی کشیده. این بیلبورد در تمام شهرهای آمریکا در همون زمان خودش نصب شد، در همون زمان انقلاب، و غالبا وقتی که ماشین با سرعت خیلی بالایی حرکت میکنه بنزین بیشتری مصرف میکنه و خب ما صادر کننده نفت و بنزین هستیم و داره به وسیله این پیام
نشون میده که شما اگر میخواین به این افراد رشد کنن، اگر میخواین با این افراد بجنگین که اونا قاعدتا از ما خوششون نمیاد، دولت مردان آمریکا، و داره این پیام رو میده که اگر شما میخواین با این افراد بجنگین، آرومتر رانندگی کنین، با سرعت مناسب رانندگی کنین تا بنزین کمتری مصرف بشه و ما بخوایم نفت کمتری رو خریداری کنیم. تبلیغات محیط زیستی رو دارین میبینید در کیسه‌های پلاستیکی مساوی مرگ، میبینید که داره میگه که خیلی تبلیغ خلاقی هست، چون به هر حال کیسه‌های پلاستیکی باعث میشه محیط زیست آسیب ببینه در حالی که کیسه‌های کاغذی زودتر تجزیه میشن. یه تبلیغ خیلی جالب از باتری معروف دراسل رو دارین میبینین که خب قاعدتا این کیوسکا رو در جای مختلف شهر تو خود ایران هم دیدین که برای انتقال برق استفاده میشه، ولی خب اینجا نمیشه که این دوتا باتری 1.5 ولتی رو گذاشته اینجا و داره میگه که اینقدر باتری های ما قوی هست که حتی خطر وجود داره و خیلی تبلیغ خلاق و جالبی هست. تبلیغ بعدی صندلی یک اتومبیل رو نشون میده، داره میگه که هنگام تصادف صندلی جلو مثل یک دیوار عمل میکنه و شما پس از برخورد بهش حتما اوضاعتون خراب خواهد شد، به خاطر همین از کمربند ایمنی هم در صندلی عقب استفاده کنید. تبلیغ بعد یک تبلیغ جالب هست که حالا نمونه این تبلیغ رو میتونید در شهر شیراز ببینید که یک شیر آب هست که غالبا از اینجا داره آب میریزه و یک تبلیغ خلاقانه در ایران هست. تبلیغ بعدی یک تبلیغ هست که اشاره داره به حادثه پلاسکو که چند سال پیش اتفاق افتاد و آتش نشانان وقتی میخواستن سریع برسن به محل حادثه، همه در حال سلفی گرفتن با این حادثه بودند. میرسیم به عکس و مکس کتاب. داره میگه که در سال 1370 این وضعیت بود، تلویزیون های بزرگ و آدم های جمع جورتر، ولی الان به خاطر عدم تحرک و بی تحرکی این اتفاق افتاده. یه فعالیت در خانه دارین که اون رو میتونید بنویسید و برای هنر آموز خودتون ارسال کنید. این چیزی که زیر عکس میبینین که حالا توی عکس کتابتون اینجا زیرش نوشته و اینجا من بزرگتر واسهتون آوردم و الان هم یک زوم میکنم تا بتونید با دقت بیشتری مطالعه کنید. WWF در واقع World Wildlife Fund، بنیاد جهانی طبیعت یا حیات فحش هست که بزرگترین اتحادیه بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست هست. اگر بخوام این عکس رو واسهتون یک راهنمایی کنم، در واقع این کره زمین هست که مثل بستنی آب شده و اشاره به گرمای زمین داره که شما میتونید به اینکه فرستنده پیام کی میتونه بشه، حقیقتاً ایشون در واقع این سازمان فرستنده پیام هست. اینجا هم یه هنرمند می‌بینید، هنرمند این که از وجود خودش مایه گذاشته، داره وجود خودش رو منتقل می‌کنه به اثر هنریش و اشاره به صنایع دستی داره. در این مورد هم می‌تونید پنجگانه سواد رسان رو بنویسید و برای هنر آموز خودتون ارسال کنید. یه چند تا لطیفه احتمالاً با مزه هم در کتاب وجود داره، ممکنه خب عادتاً بعضیش خنده‌دار باشه. غذا پیش از اینکه به معده برسه به اینستاگرام میرسه، خب قاعدتا خیلی موقعات مخصوصا تو رستوران های شیک این اتفاق میفته. اینم دیگه خودتون بخونید. اینم همینجور، دیروز وایفای خونه قطع شد، چند دقیقه رفتم پیش اعضای خانواده، آدم های خوب به نظر میرسیدن، تا داشتم آشنا میشدن وایفای وصل شد. اشاره داره که به هر حال افراد همیشه توی اینترنت به سر میبرم. داشتم کتاب میخوندم، پدرم اومد و گفت مگه اینترنت قطعه. شاید این جالب ترنیش باشه که اشاره داره که واقعا این روزا تعجب میکنه آدم که بعضی کتاب بخونن. و در ادامه در جلسه آینده انشاءالله با من همراه خواهید بود و این مطالب رو با هم بررسی میکنیم. متشکرم که در این جلسه هم با من همراه بودین. تا جلسه آینده شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتون.